فکر کنم حوالی 3:30 بود که درها رو باز کردن و گفتم وقت رفتن به تهرانه. اول نوید آوردن و من منتظر بودم که ما رو هم ببرن. حبیب گفت صدای کتک زدن و درگیری میاد. یهو من صدای کشیده شدن صفحه اعدام رو شنیدم. تا اومدن در سلولمون رو گفتن تسلیت میگیم. نوید اعدام شد. آخرین ساعت زندگی نوید افکاری. گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از آنچه پیش از اعدام کشتیگیر ایرانی رخ داد. با یک وکیل درباره پرسش‌هایی که در پرونده برادران افکاری بی پاسخ مانده صحبت می‌کنیم. در ادامه برنامه امشب، برنامه ایران برای جلوگیری از تکرار انفجار نطنز. تهران می‌گوید بخش جدید تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای‌اش را به زیر زمین منتقل می‌کند. برگزاری مراسم تحلیف سومین قاضی که ترامپ به عضویت دیوان عالی آمریکا منصوب کرد. جو بایدن میگوید این کار یک هفته به انتخابات مانده هم عجولانه بود هم بی سابقه. بازار داغ نظرسنجی ها درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نتایج چقدر دقیقند، چقدر قابل اعتماد. از یک متخصص نظرسنجی نزدیک به جمهوری خواهان درباره احتمال خطای این نتایج میپرسم. حالی از ما روسی شده هیچ خوش نیستیم با یک روز دیر بسیار جگر خور نستیم و غبار غم بر عروسی بدون ساز آواز. یک سال از حمله مرگبار به مسجدی در ولسوالی هسکمینه افغانستان گذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. بیش از 40 روز از اعدام نوید افکاری می‌گذرد. کشتیگیری جوان و از معترضان مرداد 97 در شیراز که به اتهام قتل مأمور حراست سازمان آب شیراز محاکمه و اعدام شد. چند روز قبل از اعدام آقای افکاری و دو برادرش وحید و حبیب به سلول‌های انفرادی در زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. دو برادر دیگر همچنان در انفرادی هستند و به گفته که پدر و مادرشان شکنجه شدند. هنوز سوالات و ابهامات بسیاری درباره اعدام نوید افکاری مطرح است. شبی که برادران افکاری فکر می‌کردند قرار است به تهران منتقل شوند، اما در همان شب نوید افکاری اعدام شد. آن شب دقیقاً چه گذشت؟ حالا یکی از اعضای خانواده افکاری به نقل از یکی از برادران به ما جزئیات بیشتری از آن شب گفته. مریم افشان گزارش می‌دهد. والله اینجوری که میگن قرار فردا صبح ستامون انتقال بدن تهران. پزشکانی اومد همراه آقای موسوی رئیس کل دادگستری. چند تا پزشک از پزشکانی اومدن ستامون. من که معاینه کردن حبیب وحیدم گفتن معاینه‌مون کردن. حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران. زندان مقصدش هم معلوم نیست. جور که بهمون گفتن ما خیالمون راحته. اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشت. آخرین مکالمه نوید با خانواده تنها چند ساعت قبل از مرگ. نزدیک 10 روز قبل از این تلفن نوید افکاری به همراه دو برادر دیگرش وحید و حبیب به انفرادی برده شدند با ضرب و شتم به گفته آنها. تماس خانواده از پنجشنبه 13 شهریور با سه برادر قطع شد. سوال‌های زیادی درباره شرایط سه برادر در انفرادی در چند روز قبل از اعدام نوید افکاری مطرح شده. منابعی در خانواده روایت وحید از آن چند روز را برای ما فرستادند. صبح شنبه که شنیدم نوید رو بردن، رفتم تو کوریدور مرکزی و نوید رو صدا می زدم. گفتم کاکو نوید کجا بردنت؟ و از مسئولای زندان می پرسیدم کجا بردینش؟ حبیب که از بندش داشت میرفت سمت سالن ملاقات هم صدای منو شنید و اومد. توی همین لحظه یکی از مسئولای زندان تماس گرفت که گارد زندان بیاد. خادم الحسینی همراه بیشتر از 20 نفر اومدن و بدون اینکه حرفی بزنن یا چیزی بگیم شروع کردن به زدن من و حبیب. دوربین اونجا همه این صحنه ها رو ضبط کرده. من رو خیلی زدن. به قصد کشتن میزدن. حبیب رو خیلی بیشتر از من زدن. تو حین زدن دائم فحشای بد بهمون میدادن. دستبند و پابند زدن بهمون و مثل جنازه کشیدن و بردنمون توی زیرزمین انداختن توی انفرادی. من، حبیب و نوید توی اتاقهای 2، 3 و 4 بودیم. سلول من تقریبا زیر جایی بود که اعدام میکنن. خانواده نگران از قطع شدن تماس 2 روز میروند مقابل زندان به امید خبری. در تماسی چند ثانیه‌ای نوید میگوید مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و میخواهد که آنها را به پزشکی قانونی بفرستند. او میگوید زندان از تحویل برگه شکایت هم خودداری میکند.
پدر و مادر نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه می‌نویسند. با وجود آنکه فرزندانشان گفتند تحت فشار ازشان اقرار گرفته شده، هنوز از برقراری عدالت مایوس نیستند. یکی از ابتدایی ترین حقوق آنها این است تا آثار ضرب و شتم در بدنشان هست دستور بفرمایید آنها را به پزشکی قانونی اعزام کنند. روز چهارشنبه پزشکی قانونی اومد و ما رو بردن برای معاینه. رئیس دادگستری فارس هم بود. توی این چهار روز بعضی از کبودی‌ها و جراحت‌ها تا حدودی خوب شده بود و دیگه اونا رو ثبت نکرد. برای من 4 مورد ثبت کرد و برای حبیب حدود 6 مورد بود. ولی برگه نوید رو که دیدم جا خوردم. کاملا پر بود. بیش از 15 مورد پزشکی قانونی از صدمات و جراحاتش ثبت کرده بود. خانواده همچنان نگران و به دنبال خبر از 3 فرزندش. جمعه شب بهمون گفتن میخوایم انتقالتون بدیم به تهران و دستبند و پابند زدن بهمون و گفتن اگه میخواید بگیم مادرتون بیاد ببینیدش. ما گفتیم این وقت شب اذیت میشن، نمیخوایم. و گفتیم تلفن کافیه. من زنگ زدم به پدرم، حبیب زنگ زد به همسرش و نوید زنگ زد به سعید. نصف شب بود. فکر کنم حوالی 3:30 بود که درها رو باز کردن و گفتم وقت رفتن به تهرانه. اول نوید رو بردن و من منتظر بودم که ما رو هم ببرن. حبیب گفت صدای کتک زدن و درگیری میاد. یهو من صدای کشیده شدن صفحه اعدام رو شنیدم. تا اومدن در سلولمونو گفتن تسلیت میگیم. نوید اعدام شد. اما به دلیل شیوه اعلام ناگهانی خبر اعدام و آثار ضرب و جرح این شک مطرح شده که نوید افکاری اعدام نشده و زیر شکنجه جان داده است. شنبه صبح در حالی که یکی از برادران به همراه مهدی محمودیان روزنامه نگار از تهران عازم شیراز بود برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول، خبر اعدام نوید منتشر شد. وحید و حبیب همچنان در انفرادی بدون اجازه شرکت در مراسم عزاداری برادر. خانواده عزادار هم نگران دو برادر در انفرادی. نزدیک به 2 ماه است خانواده افکاری خواهان رسیدگی به پرونده ضرب و شتم فرزندانشان در زندان هستند که مطابق قانون سازمان زندانها مسئول سلامت و امنیت آنهاست. آنها همچنین خواهان بازگرداندن وحید و حبیب به بند عمومی هستند. برادران افکاری گفتند شکایتشان از ضرب و شتم به صورت شفاهی و کتبی به دست مسئولان زندان رسیده. مسئولان زندان هم به خانواده گفتند این شکایت دریافت شده، اما در مراجعه به دادستانی شیراز به خانواده گفته شده هیچ شکایتی در دادسرای استان ثبت نشده و صحبت مقامات زندان صحت ندارد. پدر و مادر نوید افکاری 28 مهر ماه و در نامه دیگر این بار به قاضی ناظر بر زندان عادل‌آباد شیراز خواهان رسیدگی به شکایتشان درباره شکنجه 3 پسرشان و همچنین ادامه بیمورد انفرادی حبیب و وحید شدند. در صورت ثبت شکایت مدارک آن را تحویل دهید تا پیگیری های لازم صورت گیرد و اگر ثبت نشده دلیل جلوگیری از ثبت شکایت را توضیح دهید. اگر تصمیم گیرنده شما هستید علاوه بر ارجاع فوری آنها به بند عمومی دلایل تحمیل انفرادی و شرایط شکنجه آنها را توضیح دهید و اگر تصمیم گیرنده شما نبوده اید مقامی که به شما دستور این اقدامات را داده معرفی کنید. مراسم 40 نوید هم چند روز گذشته برگزار شد. باز هم به وحید و حبیب افکاری اجازه حضور در مراسم 40 برادرشان داده نشد و آنها همچنان در انفرادی هستند. این هم یک نامه دیگر از بهیه نامجو به ریاست سازمان زندانها. مادری که بار دیگر اعلام شکایت می کند از عدم رسیدگی به وضعیت جسمی فرزندانش و جلوگیری از ثبت شکایت آنها. خانواده افکاری در روزهای گذشته نه تنها عزادار پسری هستند که در پرونده‌ای با 10 سوال بی جواب اعدام شد که حالا در راهروهای اداره‌های مختلف قوه قضاییه سرگردانند که سرنوشت 2 پسرشان که بیش از 50 روز است بدون دلیلی مشخص در انفرادی هستند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند چیست. می‌خواهند بدانند کدام نهاد قرار است پیگیر شکایت آنها باشد و مستندات از جمله فیلم دوربینی که خشونت ماموران زندان علیه برادران افکاری را ثبت کرده به کجا فرستاده شده. سازمان زندان‌ها میگوید شکایت آنها ثبت شده. مراجع دیگر قوه قضاییه از جمله دادسرا و دادستانی و دادگستری استان فارس نه تنها پاسخگو نیستند که میگویند شکایتی هم ثبت نشده. مریم افشنگ، BBC.
حسین رئیسی، وکیل دادگستری از تورنتوی کانادا با ماست. آقای رئیسی، شما پرونده برادران افکاری رو بررسی کردید. شایبه های بسیار زیادی درباره این پرونده وجود داره و همطور که در گزارش مریم هم شنیدیم، در ساعات مانده به اعدام آقای افکاری وقایعی رخ داده که وقایع عجیبی، از جمله برادران فکر می‌کردن که قرار به تهران منتقل شن اما از قرار نوید افکاری اعدام میشه. برداشتتون چیه از روندی که طی شده در ساعات پیش از اعدام آقای افکاری؟ این روند متاسفانه روند معمولی نبوده، روندی نیست که در سایر پرونده‌هایی که حکم قصاص دارن اعمال میشه. این روند در واقع ادامه شیوه رسیدگی به این پرونده هست و پرونده ها بهتر هست بگیم، چون در حقیقت 25 اتهام و سه پرونده در سه مرجع متفاوت برای برادران افکاری تنظیم شده و تهیه تدارک دیده شده بود. در هر یک از اونها روند رسیدگی با سوالات و چالش ها و شایعه های غیر عادلانه بودن جدی مواجه بوده، مسئله شکنجه درش کاملا مطرح بوده. همین روند نوع برخورد با مسئله در شبی که قراره به اصطلاح اونها منتقل بشن و نهایتا نوید متاسفانه اعدام میشه، این به هیچ وجه از منطق حقوقی و از نظر قضایی پسندیده نیست، به خصوص اینکه اگر صرف نظر از اینکه آیا رأی عادلانه بوده یا نه که شایبه جدی در مورد اونها وجود داره، وقت زمان مصالحه باید وجود داشته باشه. هم مقررات داخلی و هم مقررات اسلامی و هم مقررات بین‌المللی موظف کرده در پرونده های قبل طرفین را که به آخرین تلاششون برای مصالحه بین طرفین انجام بشه و اگر به مصالحه منجر نشد نهایتا امکان اجرای قصاص فراهم بشه. وقتی که هیچ کدوم از این روند متعارف معمولی حقوقی و حتی شرعی رعایت نمیشه، به نظر میاد که این روند متناسب هست، روند غیر قانونی و غیر عادلانه متناسب هست به روند رسیدگی های اولیه دو سال قبل از اون که این پرونده تشکیل شده و همه بخش های پرونده رو با سوال های بی پاسخ مواجه میکنه، همچنان که نحوه اجرای مجازات اعدام رو هم در ابهام قرار ده. ارزیابیتون از عملکرد مراجع قضایی بعد از اعدام نوید افکاری چیه؟ میدونیم که خانواده شکایت کردند از ضرب و شتم و شکنجه پسرانشون. سازمان زندان‌ها تایید کرده شکایت رو دریافت کرده، ولی بقیه مراجع قضایی میگن اصلا چنین شکایت رو دریافت نکردند. سازمان قضایی سازمان زندان‌ها مرجع دریافت نامه‌های زندانی و شکایت‌های زندانی است، نه مرجع ثبتش. و موظف هست اگر شکوایی هم یا هر نامه از زندانی دریافت میکنه بلافاصله به مرجع مربوطه بفرسته و اگر ثبت میشه شماره مربوط به ثبت اون هم به زندانی برگردونه. این یک وظیفه جدی هست که در واقع رساندن شکایت زندانی از سازمان زندان ها به دادسرا وظیفه سازمان زندان هاست، ولی وظیفه دادسرا هست که این موضوع رو تعقیب کنه. در واقع به طور مشخص وظیفه شخص دادستان هست که هر جا هر به طور کاملا بی‌طرفانه هر جا با اعلام شکایتی ولو به وسیله مادرش که اعلام میشه و به هر ترتیب که دادستان از وقوع جرمی مطلع بشه باید تعقیب رو انجام بده. و وقتی که زینفعی درخواست میکنه، کما اینکه برادران افکاری مسئله شکنجه رو مطرح کردن و حتی در مورد خود نوید افکاری همچنان اگرچه شکایت مطرح شده در دادگاه مطرح شده رسیدگی نشده و امروز تا به این موضوع رسیدگی نشه همچنان ابهامات باقی خواهد بود و این وظیفه دستگاه قضایی است که مشخصا وظیفه دادستان هست که به موضوع شکایت رسیدگی کنه. به دلیل اینکه شکایت از شکنجه فقط جنبه خصوصی نداره بلکه هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی داره و در واقع نقض مقررات موضوعه هست و از این نظر تکلیف ایجاد شده برای دادستان که تعقیب را انجام بده. از این رو باید نفیان یا اثباتاً دادستان وارد بشه و اظهار نظر قضایی به طور مشخص صورت بگیره که آیا شکنجه اتفاق افتاده یا نیفتاده. اگر کسانی شکنجه انجام دادن باید مجازات بشن، حداقل باید محاکمه بشن و مشخص بشه
که آیا شکنجه اتفاق افتاده یا نه. و چنانچه در گزارش شما هم بود، نشانه های زیادی هست که شکنجه اتفاق افتاده. در صحبت های خود نوید افکاری وجود داشت که اتفاق افتاده، و حتی به شکایت اون هم الان مادرش به عنوان وارث اون، پدرش به عنوان وارث اون میتونن اون شکایت رو دنبال کنن. اون و بایستی مرجع قضایی موظف هست که اون موضوع رو تعقیب کنه تا بله. به سنجام آقای رئیسی کوتاه لطفاً، اگر که فکر کنین توجیه حقوقی مقام ها برای ادامه نگه داشتن دو برادر دیگر افکاری در سلول انفرادی چی میتونه باشه؟ هیچ توجیهی نداره. نگهداری هر زندانی در سلول انفرادی نقض حقوق شهروندی محسوب میشه. ما به هیچ وجه زندان انفرادی که در گذشته زندان مجرد محسوب میشد قبل از انقلاب در سیستم حقوقی نداریم. در سیستم صرفا در آیین‌نامه امور زندان ها پیش بینی شده، اون هم به صورت موقت صرفا برای برخی موارد جزئی تنبیهی، اون هم بسیار به صورت محدود. به هیچ عنوان، و اگرچه من باز معتقد هستم آیین‌نامه نمیتونه ناخذ قانون باشه و قانون انفرادی رو شکنجه محسوب کرده، نگهداری در انفرادی، از این رو به نظر من به هیچ وجه حتی نگهداری طولانی مدت این افراد در زندان شکنجه است و به این موضوع باید خاتمه داده بشه طور جدی و هیچ وجه توجیه پذیر نیست. هیچ توجیهی مقامات قضایی نمیتونن برای ادامه نگهداریشون، نگهداری این دو برادر در انفرادی داشته باشه. متشکرم. حسین رئیسی، وکیل دادگستری. با بیشتر شدن احتمال پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در ایران زمزمه‌های مذاکره با واشنگتن هم بالا گرفته. در تهران امروز سخنگوی دولت گفت دولت از بازگشت رئیس جمهوری آینده آمریکا به توافق هسته‌ای برجام استقبال می‌کند. بازگشت آمریکا به برجام می‌تواند به تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را فلج کرده خاتمه بدهد. با وجود این، تندروها در ایران در خلاف مسیر مذاکره حرکت می‌کنند. تصمیم اخیر ایران به انتقال بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به تأسیساتی زیرزمینی حساسیت‌ها را در دنیا و به خصوص در آمریکا افزایش خواهد داد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. جو بایدن در پنسیلوانیا در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی. همه نشانه‌ها حاکی است که او در اکثر ایالت‌های کلیدی با فاصله زیادی از رقیبش جلوست. کاندیدای حزب دموکرات می‌خواهد به توافق هسته‌ای برگردد. بیشتر شدن احتمال پیروزی او حالا در ایران زمزمه‌های مذاکره با آمریکا را تبدیل به همهمه کرده است. و برای ما هم تفاوت نداره که کدام رئیس جمهور در آمریکا تصمیم به بازگشت به برجام خواهد گرفت. در تهران این سخنگوی دولت علی‌رغم بی‌تفاوتی ظاهری مقام‌های ایران، پیروزی جو بایدن می‌تواند فرصتی طلایی باشد برای مذاکره، برای برداشته شدن تحریم‌ها. هر رئیس جمهوری که چنین تصمیم بگیره ما از اون استقبال می‌کنیم. امام حسن هم باید از او یاد بگیریم. او امام صلح بود. دو هفته پیش حسن روحانی در جلسه هیئت دولت از نیاز به مذاکره و صلح سخن به میان آورده بود، به سبک امام حسن، امام دوم شیعیان. گفت جامعه اسلامی که شما 10 نفر نیستید، که شما 20 نفری که اینجا پیش من آمدید، شما که دنیای اسلام نیستید. که من تو مسجد رفتم برای مردم سخنرانی کردم، انی رأیت و هوا معظم الناس، دیدم اکثریت قاطع جامعه صلح میخوان، و من وقتی مردم این رو میخوان صلح رو انتخاب میکنم. این سخنان را تندروها به شدت محکوم کردند و آن را خم شدن در مقابل آمریکا دانستند. تندروهایی که حالا با بالا گرفتن صحبت از مذاکره با آمریکا در خلاف مسیر حرکت می‌کنند. در تازه‌ترین نمونه آن، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است آژانس را در جریان تصمیم اخیر ایران گذاشته است که می‌خواهد بعضی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را به تأسیساتی زیرزمینی انتقال دهد. کاظم غریب‌آبادی به روزنامه همشهری در تهران گفته در پی انفجار بزرگی در یکی از تأسیسات نطنز در تابستان امسال، ایران تأسیسات پیشرفته‌تری در دل کوه به جای تأسیسات حادثه دیده در نطنز احداث خواهد کرد. او گفته همچنین تمامی زنجیرهای ماشین‌های جدید تحقیق و توسعه به زیرزمین منتقل خواهد شد.
فعالیت‌های هسته‌ای غیرمجاز در دل کوه حساسیت‌ها را در دنیا، به خصوص در آمریکا و حتی در میان دموکرات‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزایش خواهد داد. تندروها در ایران می‌دانند پیروزی دونالد ترامپ می‌تواند به معنی ادامه فشار حداکثری و تحریم‌ها باشد و فروپاشی اقتصاد ایران. اما این را هم می‌دانند صلح با آمریکا برای آنها می‌تواند زهر باشد. کسری نجی، بی بی سی. مراسم تحلیف ایمی کونی بارت به عنوان قاضی جدید دیوان عالی آمریکا دیشب در کاخ سفید برگزار شد. این در حالی است که دموکرات‌ها مخالف معرفی یک قاضی جدید دیوان عالی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بودند و می‌گفتند جانشین روس بیدر گینزبرگ، قاضی پیشین دیوان عالی که ماه گذشته درگذشت، باید به وسیله پیروز انتخابات منصوب شود. تحلیلگران رأی اکثریت جمهوری‌خواه سنا در تایید خانم بارت را یک پیروزی سیاسی برای دونالد ترامپ در آستانه انتخابات می‌دانند. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن گزارش می‌دهد. پیروزی بزرگ محافظه‌کاران در برابر لیبرال‌ها در آمریکا و یک پیروزی بزرگ سیاسی برای دونالد ترامپ، درست یک هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری. با پیوستن ایمی کونی بارت به دیوان عالی آمریکا، حالا موازنه قوا در عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور 6-3 به نفع جمهوری‌خواهان است. هرچند خانم بارت در مراسم تحلیفش بر استقلال قضایی خود تأکید کرد. یک قاضی نه تنها نسبت به رئیس جمهوری و کنگره، که نسبت به عقاید شخصی خود مستقل است. That might otherwise move her. اما نمایندگان سنا بیشتر بر اساس خط و مشی سیاسی خود به صلاحیت خانم بارت رأی دادند تا صلاحیت‌های حقوقی و علمی این قاضی فدرال و استاد دانشگاه. 52 رأی مثبت جمهوری‌خواهان در برابر 48 رأی منفی. همه دموکرات‌ها و تنها یک سناتور جمهوری‌خواه به خانم بارت رای ندادند. دموکرات‌ها مخالف انتصاب خانم بارت تنها 6 هفته پس از مرگ روت بیدر گینزبرگ، قاضی پیشین دیوان عالی هستند که به لیبرال بودن شناخته می شد. به گفته آنها رئیس جمهوری و جمهوری خواهان عجله کرده اند و معرفی قاضی جدید باید به پیروز انتخابات سپرده می شد. You may win this vote. And Amy Coney Barrett. ممکن است در این رأی‌گیری پیروز شوید و ایمی کونی بارت قاضی دیوان عالی شود، ولی هیچگاه اعتبار از دست رفته تان را به دست نخواهید آورد. دفعه بعد که مردم آمریکا به دموکرات‌ها اکثریت سنا را اعطا کنند، حق ندارید به اکثریت بگویید که چگونه عمل کنند. دیوان عالی آمریکا عرصه تقابل ارزش‌های لیبرال و محافظه‌کاران است. از تعیین تکلیف قانون بیمه‌های درمانی موسوم به اوباما کر گرفته تا قانونی بودن سخت جنین در آمریکا و ازدواج دگرباشان. بیم و امید دو طیف را میشد دیشب در برابر ساختمان دیوان عالی دید. در سفارایی دو طرف، درست همزمان با برگزاری مراسم رأی اعتماد در سنا و تحلیف خانم بارت در کاخ سفید. سنا دیروز در حالی صلاحیت خانم بارت را به رأی می‌گذاشت که دونالد ترامپ در واپسین روزهای کارزار انتخاباتی به پنسیلوانیا رفته بود، ایالتی کلیدی در تعیین سرنوشت انتخابات. اتفاقاً همین جاست که یکی از نخستین چالش‌های حقوقی را برای خانم بارت رقم می‌زند. جمهوری‌خواهان در پنسیلوانیا از دیوان عالی خواسته اند علیه اعتبار شمارش آرای پستی که تا 3 روز پس از انتخابات دریافت می شوند نظر دهد. حالا حتی اگر جو بایدن در انتخابات پیروز شود، جمهوری خواهان خیالشان از بابت دیوان عالی راحت است، مگر آنکه دموکرات ها در این انتخابات سنا را هم در دست بگیرند و بخواهند تعداد قضات دیوان را با تغییر قانون افزایش دهند.
اقدامی که در بین محافظه‌کاران به خصوص محافظه‌کارانی که امسال به بایدن رأی می‌دهند محبوبیت نخواهد داشت. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. عباس میلانی مسئول گروه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد از پالو آلتو در ایالت کالیفرنیا با ماست. از حوزه‌های تخصص آقای میلانی سیاست آمریکاست و تکنگاری دارن در مورد 40مین ریاست جمهوری آمریکا به نام ریگان و پایه‌های قدرت او. آقای میلانی خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اینجا شروع بکنیم که فکر می‌کنید که با انتصاب خانم ایمی کونی بارت در چه زمینه‌هایی در هفته‌های آینده ممکنه جمهوری‌خواهان دست بالا رو داشته باشن؟ احتمال اینکه انتخابات به دادگاه عالی بکشه زیاده و این احتمال که وجود یک کاندید دیگر از جمهوری‌خواها باعث بشه که اونها به نفع آقای ترامپ در دعواهای انتخاباتی رای بدن به هر حال زیاده. قطعی نیست که این خانم حتما بهشون رای بده، ولی احتمالش رو حتما زیادتر میکنه و دلیل تعجیل دموکرات جمهوری‌خواها برای منصوب کردن او دقیقا همینه به گمان من. چقدر می‌کنی که احتمال داره که در آینده دموکرات‌ها تعداد قضات دیوان عالی رو افزایش بدن با توجه به اینکه به هر حال الان 6-3 به نفع جمهوری‌خواهانه؟ این یه پدیده است که قبلا هم در آمریکا سعی شده، موفق نبوده. آقای بایدن هم دقیقاً نگفته که حتما این کار رو خواهد کرد، برای اینکه می‌دونه کار دشواری است. وقتی که روزولت در دهه 30 با یک دادگاه عالی جمهوری‌خواه و محافظه‌کار روبرو بود و اونها تمام تلاش‌ها برای اصلاح اقتصاد آمریکا رو جلوگیری می‌کردن، او سعی کرد که دقیقاً این کار رو بکنه. عنوانش پکینگ هست، یعنی پر کردن اینها. من بعید می‌دونم اون کار انجام بشه، فکرم نمی‌کنم کار خوبیه. هم فکر نمی‌کنم کاری که جمهوری‌خواها کردن کار خوبیه. همین جمهوری‌خواها چهار سال پیش به آقای ترامپ و اوباما اجازه ندادن 9 ماه قبل از انتخابات کاندید خودش رو به معرفی بکنه، حتی براش جلسه نگذاشتن. نمیشه شما در فاصله 4 سال بگید که رئیس جمهور 9 ماه قبل حق نداره و بعد در این زمان برای اینکه رئیس جمهور محبوب خود شما هست در فاصله 3 هفته یک چنین قضیه رو انجام بدید. من نمیدونم این خانم چگونه انتخاب رأی خواهد داد. بودن ذاتی که رئیس جمهور محافظه‌کار اونها رو منصوب کرده و تبدیل شدن به یک آدم کاملا متفاوت، جاج سوتر مثلا معروف دیگه، ولی این سنت به گمان من سنت نادرستی. شما نمیتونید اینجوری دوگانه برخورد بکنید و آقای اوباما رو محروم بکنید 9 ماه قبل و حالا در ظرف 3 هفته یک چنین آدمی رو با زور بپذیرید. برای دموکراسی در آینده آمریکا به نظر من این گام مثبتی نبود. آقای میلانی، پیشنهادهای مطرح شده مبنی بر اینکه شاید از مادام العمر بودن در بیارند این انتصابات رو. چقدر این پیشنهادها به نظر شما جدیه و عملی خواهد بود در آینده؟ پیشنهاد جدیه ولی عملی بودنش به گمان من جدی نیست. این پیشنهادها در گذشته هم صورت گرفته، بارها و بارها در این مورد صحبت شده. به نظر من تغییر یک چنین اصلی در قانون اساسی آمریکا بسیار دشواره و دلیلی هم که این کار رو در قانون اساسی کردن از آغاز معلوم بوده. اونها میخواستن که یک دستگاهی باشه که کاملا مبرا از گرفتاری های سیاسی و زد و بند های سیاسی باشه، نتونه یه رئیس جمهور دخالت بکنه، نتونه یک حزب دخالت بکنه. احتیاج به یک چنین نهاد مستقلی یکی از ارکان دموکراسی است و اینکه دموکرات ها یا جمهوری خواه هر وقت که باش مسئله دارن سعی کنن اینو عوض بکنن به دموکراسی صدمه میزنه و دلیلی که در قانون اساسی این رو دشوار کردن همینه. این موج هم میگذره به نظر من. اگر دموکراسی آمریکا پا بر جا بمونه این موج هم میگذره و بعد برمیگرده به یک معقولیت. اینجور نمیشه با دادگاه عالی به عنوان ابزار سیاسی برخورد کرد. خانم ایمی بارت در جلسات بررسی صلاحیتش بارها تاکید کرد که آرائش فراجناحی خواهد بود. اگر که مسئله انتخابات به دیوان عالی بکشه فکر میکنید که به این وعدش پایبند خواهد بود؟ میدونید وقتی که این افراد به مقام دائم العمری میرسند سلوکشون گاهی تفاوت پیدا میکنه. من اصلا مطمئن نیستم که این ترکیبی که الان میگن 6-9 الزاماً 6-9 باشه. رئیس دادگاه فعلی
6 به 3 مزدر میکنم 6 به 3 خیلی متشکرم. رئیس دادگاه فعلی در یکی دو رأی خیلی مهم در دو سه ماه اخیر کاملا علیه ترامپ رأی داد و به اندازه علیه ترامپ رأی داد که ترامپ در یکی از صحبت‌ها رو گفت مثل اینکه رئیس دادگاه جدید با ما مسئله داره، رئیس دادگاه عالی. یعنی وقتی اینها به اونجا میرسن خیلی هاشون واقعا قضاوتشون قضاوت حقوقی است و الزاما قضاوت حزبی نیست و من نمیدونم چگونه برخورد خواهد کرد. و اینکه یه خانم کاتولیکی هم هست و خیلی مؤمنه، از کاتولیکای خیلی مؤمنه، اون هم حتما تاثیر خواهد گذاشت در قضیه سقط جنین. فکر کنم حتما رأی به شاید اتمامش بده، ولی در قضیه انتخابات شاید یک نوع دیگری رأی بده. متشکرم از شما عباس میلانی. یک هفته تا روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پایان رأی‌گیری باقی مانده. تا اینجا نزدیک به 70 میلیون نفر از طریق پست یا به طور زودهنگام رأیشون رو در این انتخابات ثبت کردند. با این حال فعالیت و اختلاف نظرها درباره اینکه به کدام یک از دو نامزد باید رأی داد همچنان ادامه دارد، از جمله در جامعه ایرانیان آمریکا. بهمن کلباسی با تعدادی از این ایرانیان در شهر هیوستون ایالت تگزاس گفتگو کرد. واپسین روزهای رقابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حامیان دو کاندیدا در اقلیت ایرانی هم آماده رأی دادن هستند و تلاش می‌کنند نظر دیگر ایرانی آمریکایی‌ها را جلب کنند. طرفداران ایرانی آقای ترامپ عمدتاً به خاطر سیاست او در برابر ایران از رئیس جمهوری حمایت می‌کنند. دور پیش به آقای ترامپ رأی دادم، دوباره هم بهشون رأی خواهم داد، زیرا معتقد هستم که ترامپ کارهای نیمه کار زیاد داره، به خصوص در مورد این فلسفه فشار حداکثری بر روی جمهوری اسلامی. و در دور دوم هست که ترامپ میتونه برنامه‌هایی رو که در آغاز ریاست جمهوریش شروع کرده بود رو به پایان ببره و در نهایت نتیجه این خواهد شد که موزاییک سیاسی خاورمیانه عوض میشه، جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد و امیدوار هستیم که با کمک مردم ایران و به رهبری شاهزاده رضا پهلوی بتوانیم یک حکومت مردمی در ایران در آینده نزدیک مستقر کنیم. مسائل داخلی هم البته در تصمیمشان بی تأثیر نیست، به ویژه برای کشیش مسیحی که حمایت دموکرات‌ها از حق زنان برای سقط جنین را قتل می‌داند. تا کنون 40 میلیون بچه کشته شده تو خود آمریکا. ما که اعتقاد داریم به زندگی، ما که اعتقاد داریم به درست زندگی کردن، ما نمیتونیم تحمل بکنیم که همین وضع ادامه پیدا بکنه. آنها همچنین انتقادها به عملکرد ترامپ را وارد نمیدانند. راجع به کرونا من اعتقاد ندارم که ایشون بد مدیریت کرده. ایشون به خاطر مقامی که در این کشور داره میباست یک طوری عمل میکرد که ایجاد وحشت و وهم ایجاد بین مردم به وجود نمیورد. دقیقا من فکر میکنم رفتارش کاملا درست بوده. کشت و کشتاری که سراسر دنیا به خاطر کرونا اومده، ما نمیتونیم مقصر اون سران اون رهبران اون کشورها رو بکنیم. گویا که بر اساس نظرسنجی ها اکثریت ایرانیان آمریکا به نامزد دموکرات ها تمایل دارند، ولی این ایرانیان حامی ترامپ برای رأی دادن مصممند و اطمینان دارند او مجدد انتخاب خواهد شد. شاید همین انگیزه بالای حامیان آقای ترامپ برای مشارکت باشد که فعالان ایرانی تبار حامی جو بایدن را نگران کرده و سبب شده وقتشان را بیشتر صرف برنامه‌ریزی و جلب آرا کنند. من و خانم نگین صبحانی مدیران یک گروه هستش به نام ایرانیای آمریکایی که طرفدار آقای جو بایدن هستیم. ما اومدیم برای کامیونیتی ایرانیای تو آمریکا هستن، داریم اگه میشه من انگلیسی بگم خیلی آسان‌تر هستش. We bring together a group of Iranian Americans. ما با تعدادی ایرانیان آمریکایی که معروف هستند هر هفته با چند تا از فعالان گروهمون و حزب دموکرات در این جلسات مجازی دور هم جمع میشیم و شروع میکنیم. هر کسی از خونه خودش. به لیستی از 100 تا ایرانی در آمریکا زنگ میزنیم تا تشویقشون کنیم که به آقای بایدن رأی بدن. مخصوصا ازشون میخوایم منتظر روز انتخابات نمونن و زودتر رأی بدن.
رأی ایرانیای آمریکا به ویژه اینجا در ایالت تگزاس یا مثلا ایالت ورجینیا که رقابت نزدیکه میتونه تعیین کننده باشه. بهره گرفتن از شخصیت‌های شناخته شده جامعه ایرانی برای تماس با ایرانیان و جلب آرایشان به نفع جو بایدن. سلبریتی هایی که میگویند آنها هم میخواهند نظام سیاسی در ایران تغییر کند، ولی سیاست‌های ترامپ راهش نیست. امیدمون اینه که ایران آزادی پیدا کنه، امیدمون اینه که مردمان ایران آزاد بشن از دست جمهوری اسلامی، ولی خب باید از خودمون بپرسیم راه حل چیه. و میدونم که وقتی دونالد ترامپ اومده بود رئیس جمهور شده بود، اول میگفتش که من این قراری که این قراردادی که اوباما با ایرانیا بسته اونو میخوام به هم بزنم و من در وقت کوتاهی براتون یه راه حل بهتری پیدا میکنم. خب الان حدود 4 سال گذشته و بعد نگاه کنیم که چی شده، که چجوری ایران چجوری فرق کرده. اگه شما نگاه کنیم ببینیم که سانکشنایی که گذاشتن رو ایران، به نظر من چیزایی که من دیدم مردمان ایران دارن زجر میکشن. اون کسانی که تو دولت هستن که قدرت دستشون هست، قدرتشونو خودشونو بیشتر نگه داشتن، یعنی از لحاظ این که میخوام بگم کسایی که در قدرت هستن، دولت راهاشو پیدا کرده که خودشون رو هنوز به اون بدبختی نکشن، مردم دارن بدبختی میکشن. وقتی شما ترابل بند میذارین، باز مردمان ایران هستن که ضرر میخورن. پس ما باید نگاه کنیم دونالد ترامپ چی گفته و چی کار کرده. اختلاف نظر عمیق بر سر نتیجه 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای ایران و ایرانیان که مانند کل جامعه آمریکا به دو قطبی تر شدن فضا انجامیده است. بهمن کلبوسی، بی بی سی، ایالت تگزاس. و همونطور که اشاره شد، 7 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دو نامزد به سرعت در حال سفر و انجام کمپین‌های تبلیغاتی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش وارد ایالت میشیگان شد. آقای ترامپ روز شلوغی پیش رو داره. بعد از میشیگان قراره که به ویسکانسن و سپس به نبراسکا بره. همزمان جو بایدن قراره در ادامه کمپین تبلیغاتیش به ایالت جورجیا بره. بر اساس عمده نظرسنجی‌های ملی آمریکا، آقای بایدن جلوتر از آقای ترامپ، اما رقابت در ایالات تعیین کننده، جایی که آرا به هم نزدیک، بسیار تنگاتنگه و این آرا ممکنه در روزهای آتی به نفع دونالد ترامپ تغییر بکنه. به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه که سفرهای آقای ترامپ در روزهای گذشته به ایالات حساس بیشتر و فراگیرتر از سفرهای جو بایدن بوده. و همطور که اشاره شد، با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نگاه‌های بیشتری به نتیجه نظرسنجی مؤسسه‌های مختلف از آرای احتمالی دونالد ترامپ و جو بایدن دوخته شده. نظرسنجی‌هایی که نتیجه اکثرشان حاکی از احتمال پیروزی جو بایدن است. اما 4 سال پیش هم نظرسنجی‌ها از پیروزی هیلاری کلینتون خبر می‌دادند. سازمان‌های نظرسنجی می‌گویند در روششان تغییرات ایجاد کرده‌اند تا اشتباه دور قبل تکرار نشود. اما واقعاً این نظرسنجی‌ها چقدر دقیقند و چقدر احتمال دارد که نتیجهشان در عمل نادرست از آب درآید؟ جان مک هنری، معاون رئیس مرکز نظرسنجی نورث استار و همچنین متخصص نظرسنجی نزدیک به جمهوری خواهان از شهر دالاس در ایالت ویرجینیای آمریکا با ماست. آقای مک هنری، خوش آمدید به برنامه. به نظر شما چقدر نتایج نظرسنجی ها در این دوره میتونه قابل اعتماد تر از دوره قبل انتخابات باشه؟ خب فکر میکنم این بار احتمالش زیادی هست که دقیق باشند. باید دقت کنیم که 4 سال پیش هم نظرسنجی‌های ملی هیلاری کلینتون رو برنده و پیشتاز معرفی کردن و در واقعیت هم همینطور شد از نظر تعداد کل آرا. حالا این بار ویسکانسین، میشیگان، جایی که پرزیدنت ترامپ امروز داره میره، دقت بیشتری هست روی نظرسنجی‌ها و خب
انتظار این هست که بعضی از این ایالت ها خیلی نزدیک باشن و خب این خورده سخت‌تره که پیش بینی کنیم چون این ایالت ها نزدیک‌تر هستن به نظرسنجی در سطح ملی. اشاره کردید که خانم هیلاری کلینتون در 4 سال قبل هم در نظرسنجی های ملی جلو بود و آرای عمومی هم 3 میلیون بیشتر آورد اما در نهایت آقای ترامپ پیروز شد. احتمال میدید که این بار همین اتفاق برای آقای بایدن بیفته؟ بله من فکر میکنم که او در سطح ملی اکثریت آرا رو خواهد گرفت و خب این شگفت‌انگیز خواهد بود اگر چنین نشه، مخصوصا برای صنف ما. وقتی ما الان میگیم که 7-8% آقای ترامپ عقب در رای گیری در سطح ملی و اون وقت ایشون برنده بشه از نظر شمار کل آرای ملی، ولی طبیعتا میدونیم که بحث الکترال کالج هست و نتیجه رو آرای الکترال کالج مشخص میکنه نه تعداد آرا در سطح کل در سطح درسته. و پیش بینی شما از الکترال کالج چیه؟ فکر میکنید که نظرسنجی های فعلی به همین شکل ادامه خواهد داشت؟ I think those polls فکر می‌کنم نظرسنجی‌هایی که تا اینجا داریم مهمترین ایالت‌ها الان فلوریدا، ویسکانسین، میشیگان هستند. اینها اگر اونطور که ما الان نظرسنجی کردیم می‌بینیم که مثل دفعه پیش خیلی خیلی رقابت نزدیک هست. اگر دونالد ترامپ فلوریدا رو نبره، جایی که الان نظرسنجی‌ها خیلی رقابت رو نزدیک نشون میده، یکی دو امتیاز یا عقب یا جلو در فلوریدا ممکن حتی مساوی بشه اونجا. اگر فلوریدا رو نبره دونالد ترامپ، خیلی سخت خواهد بود که در سطح ملی از نظر الکترال کالج برنده نهایی انتخابات باشه. اشکال هایی که آقای ترامپ به آرای پستی وارد میکنه، از جمله اینکه احتمال داره بخشی از این آرا ابطال بشه و میدونیم بسیاری از کسانی که آرای پستی دادن از طرفداران جو بایدن هستند، این چقدر فکر میکنید ممکنه تاثیر داشته باشه در نتیجه؟ این که رئیس جمهور میگه که دموکرات ها بیشتر به صورت پستی رای میدن خب درسته. یکی از دلایلش هم اینه که پرزیدنت ترامپ اظهار نگرانی زیادی کرده درباره روند پستی و معمولا جمهوری خواها دوست دارن که شخصا و حضوری برن رای بدن. اما این اتهام احتمال تقلب خب یک بحث جنجالی هست. ما در ایالت های مثل جورجیا یا فلوریدا شاهد تاریخ و سابقه زیادی داریم هستیم در زمینه رأی پستی، بنابراین مدیریت اونها احتمالاً خیلی بهتر خواهد بود، مخصوصاً در ایالتی مثل فلوریدا. اعتماد مردم به رأی پستی به همون اندازه است که به رأی حضوری و شخصی. و در نهایت آقای مک‌هنری فکر می‌کنید که اگر که این بار هم نظرسنجی‌ها اشتباه از آب در بیاد، آیا مسئولان انجام نظرسنجی دیگه باید دنبال شغل جدیدی بگردن؟ I'm afraid that a lot of us actually will have to. من فکر می‌کنم که بله خیلی از ما مجبور خواهیم بود که به دنبال حرفه جدیدی بگردیم. دفعه پیش ما خب میتونستیم این عذر رو داشته باشیم که در سطح ملی نظرسنجی‌ها درست از آب در اومدن، اما خب این بار سخته، نمیتونیم واقعا آبرومون رو حفظ کنیم. بسیار از ما متدولوژیمون رو عوض کردیم، سعی کردیم که اون جامعه آماری رو بزرگتر کنیم، یک سری کارهای اینجوری کردیم، خیلی از کسان با جوانترها بیشتر صحبت کردیم، سعی کردیم یک ایده وسیع‌تر، یک برداشت وسیع‌تری داشته باشیم. و خب الان این سناریوها بیشتر به نفع دموکرات هاست. میبینیم که خیلی از این افراد جدید میگن که دموکرات رای میدن، بنابراین اگر این بار باز غلط از آب در بیاد، اون وقت خب این یک سایه بزرگ میندازه روی اعتبار حرفه‌ای ما. متشکرم جان مک‌هنری، معاون رئیس مرکز نظرسنجی نورت استار. Thank you. و همونطور که پیشتر اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش وارد ایالت میشیگان شد، از جمله ایالاتی که آرا بسیار درش نزدیکه و تعیین کننده است در نتیجه انتخابات. بشنویم بخشی از صحبت آقای ترامپ. Thank you. That's really nice.
A phrase I say, I don't think they'll find it, because look at all of them back there. Look at them. Look, Hello, John Roberts. He's been very nice to us. همزمان با جان روبرتس هم به تبلیغاتی آقای ترامپ، جو بایدن هم در ایالت جورجیا امروز حضور داره برای ادامه کمپین تبلیغاتیش. یکی از معدود ایالت‌های حساس که چشم هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به آنهاست کارولینای شمالی است، ایالتی که اغلب به نامزد حزب جمهوری‌خواه رأی داده، ولی باراک اوباما یک بار 12 سال پیش با برتری جزئی در آن پیروز شد. با این سابقه این دوره هم جو بایدن نامزد دموکرات‌ها و رقیب دونالد ترامپ در نظرسنجی‌ها بهتر از معمول در این ایالت ظاهر شده. خبرنگار ما هادی نیلی در ادامه مجموعه گزارش‌هایش از رأی دهندگان آمریکایی در آستانه انتخابات به این ایالت در شرق آمریکا رفته. کارولینای شمالی معمولاً جایی نبوده که نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری از اول برای پیروزی روی آن حساب کنند. اما این بار نامزد حزب دموکرات در رقابتی نزدیک با رئیس جمهور و نامزد حزب جمهوری خواه به دنبال رأی این ایالت هم هست. جامعه نظامی های کنونی و سابق یکی از گروه های جمعیتی کلیدی در کارولینای شمالی است. به شهر فورت برگ می روم، یکی از بزرگترین مجموعه های نظامی جهان. یکی از پاتوق های نظامی های فعلی و نظامی های سابق یا بازنشسته فروشگاه های لوازم نظامی است. جایی که از لباس تا قمقمه آب، از سردوشی تا چادر صحرایی در آن برای فروش هست. نو و دست دوم، اصل نظامی یا نمونه‌های موجود در بازار. بانی میب، صاحب و مدیر فروشگاه لوازم نظامی، سالهاست که اینجا را اداره می‌کند. همسر و پسرش هم کمک دستشند. اول دل خوشی نداشت که درباره انتخابات حرف بزند. نگران بود که بعضی از مشتری‌هایش را برنجاند. یه مقداری نگرانم. الان در کشور ما خیلی تفرقه افتاده. درون خود دموکرات‌ها و درون خود جمهوری‌خواهان هم تفرقه هست. به نظر من یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه برای نیروهای نظامی ما بهتره. ولی من امیدم اینه که این کشور خوب فکر کنه که چی میتونه به ملتمون کمک کنه. چی میتونه کمک کنه ملتمون دوباره یک ملت بشه. دوباره یک کشور خوب بشه. فکر میکنم رای به جمهوری خواها الان برای کشور ما بهترین انتخابه. نظامی ها در آمریکا حق دخالت در سیاست و اظهار نظرهای سیاسی ندارند، اما همچنان به عنوان یک فرد حق رای دارند. جورج بویر، نظامی بازنشسته، یکی از مشتری های ثابت این فروشگاه بزرگ است. میگوید اگر هم چیزی نخرد گردش میکند. او دور قبلی به دونالد ترامپ رای داده. پس شما میخواین ترامپ 4 سال دیگه رئیس جمهور بمونه؟ بله، من شخصا اینطور دوست دارم. شروع کرده نیروهامون رو برگردونه خونه. اقتصاد رو قوی کرده بود. کرونا بود که اومد خرابش کرد. بازار سهام داشت همینطوری میرفت بالا. وضعمون خوب بود. چین رو هم به چالش کشیده بود. اگه 4 سال دیگه داشته باشه، اوضاع رو بهتر میکنه. اما این موضع همه بازنشسته های نظامی نیست. باب کلبرو، سرهنگ بازنشسته ارتش در خانه ساحلیش، میگوید خیلی دیگر از نظامی های فعلی و همینطور نظامی های سابق مثل او نمیخواهند دونالد ترامپ فرمانده کل قوا بماند. او بعد از بازنشستگی مشاور پیمانکاران نظامی و همینطور اندیشکده های پایتخت بوده. تعریف هم کرد که از نوجوانیش اتفاقی با اشعار عمر خیام آشنا شده و به او علاقه دارد. هر سال هم شب یلدا را در حیاط خانه اش جشن می گیرد. این سنگ سفید هم نشان جایی است در افق که خورشید در این درازترین شب سال غروب می کند. دونالد ترامپ خطرناکترین تهدید برای امنیت ملی آمریکاست که من تا حالا دیدم. با وجود همه این تهدیدهایی که آمریکا در این چند دهه گذشته تجربه کرده، بله، فرقش اینه که ترامپ داره در داخل کشور بین ما تفرقه میندازه. ما هیچ وقت اینطور دچار تفرقه نبودیم. اعتقاد دارم که این یک مشکل موقتیه و میگذره. ولی باید ببینیم در عمل چطور میشه. ترامپ
4 سال دیگه ریاست جمهوری ترامپ ما رو در وضعیتی از نظر امنیت ملی قرار میده که من حتی تصورش رو هم نمیتونم بکنم. بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده همه کشورهای جهان رو رهبری کرد تا نهادهایی برای گفتگو و قانونگذاری بین‌المللی بسازند که جلوی جنگو بگیرن و عمدتاً هم جواب داد. برای 60-70 سال. دونالد ترامپ داره تلاش میکنه اونها رو در هم بکوبه. ولی خبر خوب اینه که جو بایدن پیروز خواهد شد و ما شروع میکنیم تا آمریکا رو در مسیر مناسبش قرار بدیم. I have good news for you. He's not going to win the election. Biden is going to win the election and we'll come back and start putting us back on the proper. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همیشه گوشه چشمی به رأی نیروهای نظامی و نیروهای سابق آمریکایی داشتند. وعده‌هایی مثل کاهش حضور نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان و همینطور رسیدگی بهتر به وضع معیشتی نیروهای نظامی تلاش برای جلب رأی آنهاست. این بار در این انتخابات هر قدر که ایالت کارولینای شمالی در نتیجه نهایی تاثیرگذار خواهد بود، رأی این بخش از جامعه آمریکا، نیروهای نظامی و نیروهای سابق آمریکایی در نتیجه نهایی این ایالت مهم و تعیین کننده خواهد بود. گرایش رأی نیروهای نظامی و بازنشسته‌های نظامی موضوع مطالعات و نظرسنجی هاست. از جمله پیتر فیور، استاد علوم سیاسی دانشگاه دوک، در این باره کار کرده. نیروهای نظامی سابق و بازنشسته‌های نظامی بیشتر از میانگین جامعه آمریکا به سمت جمهوری خواهان تمایل دارند. یعنی در یک انتخابات به طور معمول نامزد جمهوری خواهان رأی بیشتری از بین اینها میاره. ترامپ به عنوان یک نامزد جمهوری خواه این برتری رو داره، ولی در این دوره انتخابات این برتریش نسبت به دوره قبلی تحلیل رفته. در بعضی از جاها بین نظامی های سابق بایدن و ترامپ شونه به شونه هستند. این میتونه در ایالت هایی مثل کارولینای شمالی و فلوریدا به نفع نامزد دموکرات ها باشه. میزان بالای آرای پستی و آرای زود هنگام که مردم در صفهای طولانی ایستادند تا به صندوق بیندازند، چشم‌اندازی از مشارکت بالا در ایالت کارولینای شمالی به دست می‌دهد. رقابت نزدیک در این ایالت باعث شده چشم دو اردوگاه انتخاباتی تا آخر به آن دوخته بماند. هادی نیلی، بی بی سی، در فورت برگ، کارولینای شمالی. یک سال از حمله مرگبار به مسجدی در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار در افغانستان می‌گذرد. در این حمله دست کم 64 نفر از اهالی روستای کوچک جادره کشته شدند. غم و اندوه این رویداد تاثیر زیادی بر روستا گذاشته و رفتار اجتماعی ساکنانش را تغییر داده. علی حسینی در سالگرد این رویداد به آنجا رفته، درست زمانی که پس از مدت‌ها یک مراسم عروسی برگزار می‌شد. مراسم عروسی انارگل و برادرش، نسازی و نسرودی، جای پای غم در خوشی جودره. اهالی این روستای کوچک هسکمینه غم کلانشان یک ساله شد. یک سالی سرشار از اندوه جاری در روزها، هفته‌ها و تمام ماهایش. یک سال پیش فردی انتحاری مسجد روستا را تپه از خاک و چوب و جنازه ساخت. 64 نفر را کشت و 35 نفر را زخمی کرد. شماری یتیم شدند و 35 زن هم بیوه. امروز هم مراسم عروسی یکی از آن بیوه هاست، با برادر شوهر کشته شدهش، با انارگل. انارگل دو برادرش را در آن انفجار از دست داد. می پیش که بود بسیار یک خوب ساز باشه، امی کدام ساز و دیگه چیز آوردیم، علی نیست، علی کلگی خفگان است. هیچ خوشحالی احساس نداریم ما. نه از ما که از ما بیادر که زنده باشه، امروز روسیه می بود. خالی از ما روسی شده، هیچ خوش نیستیم با یک روز. دیر بسیار جگر خون هستی. مسجد روستا هنوز ساخته نشده. یکی از چندین وعده محمد اشرف غنی رئیس جمهوری. دایو خو منافقو جز خواست مسلمانی مزما به حق پیسلا وکه. پس از آن حمله آقای غنی به هسکمینه آمد و به مردم داغ دیده جودره وعده های زیادی داد.
با گذشت یک سال اهالی روستا ناامید از عملی شدن وعده های رئیس جمهوری دو بار به کابل رفتند. هیچ بار نتوانستند او را ببینند. اشرف غنی به ما 5 وعده داده بود. یکی این که برایتان مکتب می سازم، دوم کلینیک درست می کنم، سوم سرک، چهارم توزیع زمین برای خانواده شهدا و پنجم مسجد می سازم. فقط مسجد ساخته شده. آن همکارش به کندی پیش می رود. محمد عارف تنها دکتر روسا در آن حمله جان خود را از دست داد. در یک سال گذشته درمان اهالی روستا دشوارتر شده. حالا یا باید به توصیه های طبی ابتدایی برادر همان دکتر بسنده کنند که دانشجوست، یا کیلومترها دورتر پیش دکتر دیگری بروند. حمله در جودره که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، رفتار اجتماعی روستا را تغییر داده. مرگ همزمان دروازه خانه بسیاری را دقلباب کرده بود و درد مشترکی مهمان خانه ها شد. میگویند حتی بندار و پاتوق جوان ها کمتر شده و نشستن های در خلوتشان بیشتر. داستان قریه جودره در منطقه هسکمینه به نحوی بیانگر داستان جنگ افغانستان است. از تمام افغانستان بیشتر خانواده ها زخم جنگ را چشیدند. 10 نفر از اهالی این خانه جان خود را از دست دادند. 2 نفر از اهالی این خانه کشته شدند و 3 نفر هم از اهالی او خانه. مثل تمام افغانستان، از شمال گرفته تا جنوب، از غرب گرفته تا شرق، گریبانگیر جنگی که هنوز بر او پایان دیده نمیشه. این هم قبرستان یک روزه. در یک روز ساخته شد و در همان روز پر شد از جنازه ها. در یک سال گذشته در روزهای جمعه اندوه این قبرستان تازه بوده. تورپیکی بیشتر روزها به اینجا می آید، کنار قبر شوهرش سیدان. میگوید پس از آن حمله جودره در بدر شد. آب خوشی از گلویمان پایین نرفت. یک سال گذشت ولی بسیار ما را بیقرار ساخت. امروز هم جمعه است و اینجا آمدیم. نمیتوانیم فراموش کنیم. شوهرم سالم از خانه بیرون رفت و کشته شد. به گفته تورپیکی در این روستا خوشحالی نیست. همه غمگین هستند، مثل خود افغانستان که روزهای اندوهش زیاد است. علی حسینی، بی بی سی، هسکمینه، ننگرهار. این 50 دقیقه امشب مراقب هم باشید.